ساعت خدمتتونه. یک ساعت من دست به دسته. لامصب میزونه میزونه. سلام خانم. ای با چه خبره؟ بیا نشمایین بچه ها، زود باشین. خیلی خوب، کمک کنید. کمک کنیم. بیا باش. آی نره بفا، آی نره بفا. خوبه، سب کن بابا دیگه. آوازه با نزنیم بیافته. خوبه، همین تو بگیر. خوبه، یه باشی. خوبه، خوبه، ما که کمد نخواستی بودیم. ولی ما بی اطلاعیم خانم. حاج آقاتون اینا خریدن و دادن ما بیاریم، ما هم آوردیم خدمتتون. پس چطور صاحب که میره به من حرفی نزه؟ والا ما خبر نداریم. بجامی بچه هم. یه بارش هم دادن و فرستادن. بله. خیلی خوب. بارو بیدن. یه زود باش. برو بکن. یواش بچه. یواش. موازه باش. خیلی خوب. موازه به تش باش. باشه. بفرمید. اخ 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 اخ. کمرم خورد شد. خیلی سنگینه. هره. موازه باش. یواش یواش یواش. موازه باش. دفنه شد. خیلی خوب. علی و خیلی سنگینه. آره بیارش بگیر. برو ببینم. ببرینش تو همین اتاق. دخت کج کنی. کج. آوازه باشی. خوبه. این وری باشی بیم بچه. خیلی خوب. یواش بیم. یواش حال نده. خوب. بذاری اینجا خوبه؟ دیگه خودش کجا رفته؟ کی کجا رفته؟ حاج آقا رو میگم. والا خانم ما بی اطلاعیم. خداحافظ همسیده. سایت کنم باشه. خداحافظ خانم. مگه سر آوردی عمو؟ خانوم جان، بنده ی فقیر سراپا تقصیر طالبینم. کتاب باز میکنم، رمل اسرالله بیندازم و در ذهن از گذشته و آینده خبر میدم. دوای محرم محبت هم دارم ای خانوم جان. ببینم تلسم و جادو چی بلدی یا نه؟ با تلسم و جادو که چیزی نیست، هر کاری که اراده بکنی از دست عمو ساخته است. خیلی خوب، حالا فالمو بگیر تا بریم سر بقیه بینشین. چیزا بینشین تا بگیرم. بینشین که نشستنت رو بروم. ده بگیر دیگه، چقدر طولش میدی؟ ده میگیرم، فالت رو میگیرم، بعدش میرویم سر بقیه یه چیزهای دای خانم جان. ولی نیاز عمو باید چاق و چلی و قلوم و ظلمبه باشد. فراموشت نشود ای تو قول من.
خانم جون مقصد خودت باش، شیون بچه علامت شونیست ها. منظورت چی؟ ببینم کچه بی 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 خندو شیون علامت آن است که دارند یک چیز قیمتی رو از تو میدوزدن. چی رو میدوزن؟ ممکن است این چیز قیمتی شوهرت باشد. شوهرم؟ بله خانم جان، بله. نکنه حاج آقا رو میگی؟ بله حاج آقا رو میگم. راستش را بخواهید من پای زنی را میبینم که در میان است، یک زن بالا بلند با چشمان بادامی وحشی خانم جان که دل از صغیر و کبیر رو بوده. دیگه چیا میبینی؟ بعد شدیم عوضی زدیم. چی شده؟ حق با شما بود آبجی، ما یه خیابون اشتباهی اومدیم. عوضی اومدیم چه کنیم؟ آره خانم ما عوضی اومدیم، خیلی باز خانم. من که از اولش گفتم مال ما نیست. من از شما معذرت میخوام. خدا ان شاء الله از خواهر کمتون نکنیم. من یکی نوکر بزنم بزنین آوردیمش بیرون. خیلی خب بریم بعد. خیلی ممنون بچه‌ها. زنده باشید. ببخشید. ببخشید آقا. خب میگفتی خانم جان برید تو مواظبت کنید، ممکن است دستشان کج باشد یک چیزی رو بلند کنن. ایوا راست میگی ها. بروی بروی. تو همینجا بپلک تا من برگردم. مگه دیدیش؟ اونم هاش. آره دارم میبینم. تخیل کن هیچی نیدی، وایس تا من برگردم. خب حالا نمیشه منم بیام؟ تو دفعه اوله دیگه واسه اون کار میکنی، اونم با پارتی بازی من. بذار برم یه خود از تو واسه چاخان کنم، شاید اوضاع رو براش شد و طرف اعتماد شدی. یعنی چی؟ یا آخه اون ترسش اینه که نکنه مأمور باشی یا خودتو تو دست جا کرده باشی. من یارا چه توفه‌ای هست؟ یادت باشه که کارو اون دید میزنه، جنسم اون آب میکنه. از این گذشته کله دارم هست. بدش من. چطوره؟ کارش خوبه؟ وقتی با هم تو زندون بودیم هیچ فکرشی نمیکردم که اینقدر طرف ارز باشه. میشه بشه اعتماد کرد؟ تو دلت بخواد بگم بیا. مردی که یه کر باز بگوشم. آخه تو چه میخوای آدم بشی؟ فعلا که خیالشو ندارم. آخه بی همه چیز چند مرتبه یه حرف رو با آدم میزنن. بهت گفته بودم تا یه نفر از زیر رو نشاختی حتی طرفای من نیرش. شما هم بفرمین قربون. فعلا گورت گم کن تا بعد خبرت کنم. آخه چشم بی جلو ببین چی میکنم. بله قربون. مردی که عوضی عوضی همه کسته. مردی که گردن کلفت بی بخار. اگه یه دفعه دیگه منو بزنی ها همچین میزنم تو شیکمت که رودهات از دهنت در بیار.
مرتیکه همچین میزنم تو دهنت که پر خون بشه. نفهمیدی با کی طرفی؟ سر کی داری داد میزنی؟ سر هوا. چه میدونم تو بمیری این دفعه میزنمش دیگه. این دفعه هم خودت میمیری، چون فکر نمیکنم زورت به کسی برسه. ممکنه زورم به جناب عالی نرسه، ولی به اون میرسه. ببخشین جناب آقای گردن کلوف، مام کتک خوردتیم. خواهش دارم، ذلیل شدتیم. بند کفشتیم. خب ای دوست داری باش بی همیه هستی؟ همه کسته جد آبادته. میزنم تو اون دهنتا. اون وقش میزدی شوارت سرش تو کماج دون بود. بیا برو اگه مردی باشده. اگه بودم که وام استدم. من نمیری دارم گر میرم، لابد نیستم. وایسا خیلی خوب سلام ما رفتم بیرد میخواییم به این کار داریم فعلا که پول مول خبری نیست. چی شد؟ چی شد؟ نفهمیدم چی رو خبری نیست؟ بی همه چیز بچه مردم رو گولش زدی و بردیش دوزی جختش هم میگه از پول خبری نیست؟ دل غافل، یعنی میفهمی بنده جنابالی رو اقرابه در کردم بردم دوزی؟ تا چی خیال کردی؟ جنابالی رو با این هیکل گنده بنده گولش دادم. خب تا چی؟ دل غافل، آفه میفهمی حضرت آقا رو به جرم اون دو سده مسجدی که ساخته بودند دستگیر کرده بودند و انداخته بودند کنج زندان. بله آقا ناچاری بود زن آباس زاییمون باس میبردمش مریض خونه، یه پاپاسی هم نداشتم. این دفعه چی؟ دفعه آخرم بود. حالا میبینیم آقا عروب بی پولی بود. حالا میبینیم آقا اصلا تو نذاشتی من نفس بکشم، پامو از زندون بیرون نذاشتی یخمو گرفتی که یالا. خب بخاطر نیا گفتم که دفعه آخرم بود. حالا میبینیم آقا. خیلی خب دیگه پاشو اینقدر زرت و زرت نکن. به پاشو دیگه واس بریم خونه سابقم و سراغ بچه‌مو بگیریم. تو رو خدا امروز دیگه ولش کن. بس بریم خود عرق بخوریم، گریه کنیم، کیف روزگار ببریم. تو بمیری از دور پولایی که الان تو جیبته داری خفه میشی. قصه پولو نخو. سر را که داریم میریم دو تا جیب میزنیم تمومه. تا نریم و سراغ یا بچه‌م نگیریم از عرق خوری خبری نیست. اصلا از کجا که نن آقا از زیارت برگشته باشه؟ از کجا که بر نگشته باشه؟ خب از کجا که اصلا نن آقا بچه تو خبری داشته باشه؟ از کجا که نداشته باشه؟ والا مثل اینکه حق با جناب عالی است. بزن بریم بفرمایید بزنید تا من برم. برو دیگه قربونه تیپا. دیدی؟ شما خفه شد تا من به کارم برسم. شما برس ما تماشا میکنیم. خدجه خانم؟ خدجه خانم نیست. حالا میبینی که هست. نیست. هست. خدجه خانم. خدجه خانم نیست. سلام. شما اینا سفان. سلام به روی ماهت. قربون شما. احوال شما چطوره؟ باز که در اتاق نن آقا بسته است. مگه هنوز از زیارت بر نگشته؟ چرا؟ حتما رفته خرید. حالا بفرمایین تو. الانی پیداش میشه. قربون شما. همینجا تو حیات میپلکی. پس برم واسه تون چایی بذارم. قربون دست دارجی. عجب قصر.
که بتونم خرج مریض خونشو بدم. اگه میخوای زنت سالم بزاد، بچه‌تم سالم به دنیا بیاد، راهش همینه که بهت گفتم، مگه نه جفتشون از دست میره. بعدش چی شد؟ به هیچ جا را نمی بردم. زنم داشت سرزا می رفت و هیچ کم بهم پول قرض نمی داد. رفیقای جون جونیم خودشونو قایم کرده بودن. یعنی گذاشتی که زنت؟ نه، زدم به دزدی. کیفه یه یارویی که جلوم داشت می رفت عجیب شلوارش زده بود بیرون، یه هایی زد بکردم، دیگه همونش ندادم، پریدم کیف و زدم و بعد فرار کردم. خب بعدش چی شد؟ زدی به چاک؟ زدم به چاک، ولی اینو داشته باش که یکیشون بچه محل بود و منو شناخت. ای دل غافل. خلاص هاش سر از سیمه رسیدم خونه. نازخم بچه برش رو بریم، برش رو بریم از خونه. پول پره حسابی گیره بودم. نه آقا، چی شده؟ دیگه خیلی دیره. یعنی چی دیره؟ بچت سلامتی. زنم چطوره؟ زنم که حالش خوبه. من که بهت گفتم باید میبردیمش مریض خونه. ایشالله غم آخرت باشه. زنت سر زارم. سپردمش به خاکم، بچه رو دستم بود. مریم زن حسن دوزه به دادم رسید، بچه متر خوش بود. از نشستن و فکر کردن و قصه خوردن که کارت به جایی نمیرسید. پاشو برو چهارچرخه تو بردار و کاسبی تو شروع کن. من بهت قول میدم که نذارم آب تو دل بچه تکون بخوره. اون یاروه بچه من ریشو که گفتم منو شناخته بود یارو. آره یارمه. ناکس با یه آجان پیچید تو کوچه. دل غافل. سرکار خودش. اومدیم بزنیم به چاک که سرکار گفت جات تکون نخور که ما خودم میپاشم تو دهنت. ای دل غافل. حالا نگو که قضیه فقط یه جیب بری خالی نبود. چی بوده؟ راستش من اونایی رو که ریخته بودن سرم اینقدر بدجور زده بودم که چند تایشون تو مریضخونه افتاده بودن، دو تاشون هم حسابی ناقص شده بودن. اون که پول و پله اونجوری نداشتیم که خرج کنیم، این بود که وقتی هیچ کدومشون رضایت ندادن چند سالی واسم بریدن و دخلم اومد. ای دل غافل، دیگه هم بچه تو ندیدی که ندیدی؟ ندیدم که ندیدم. خب پس چرا تا حالا اینا رو واسه هم تعریف نکرده بودیم مرد؟ این همه مدت ما با هم تو زندون بودیم و تو لام تا کام حرفی نزدی؟ راستش واسه خودم هم ایش وقت تعریف نکرده بودم. بیرم، حالا فکر میکنی که این زنه، یعنی همونی که پسرت پیشش مونده، راستی گفتی کی بود؟ مریم، زن حسن دوزده. پشوارش هم همکارمونه. خدا بیامرزتش. تو زندون که بودم شنیدم قتل کرده و زده به چاک. بعدش هم حکم تیرش در اومده. بعدش هم یه آژانی یه شبی دیده و شناختتش، ایست بهش داده، اونم پا گذاشته به فرار و آژانام زدتش. حسن آقام در جا غزل خدافزی رو خونده بیچاره. ای دل غافل، ای دل غافل، عاقبت رو میبینی؟ خب
حالا فکر میکنی که این مریم زن مرحوم مغفور جنت مکان جناب آقای حسن دزده رو اولا میتونی پیداش بکنی یا نه؟ زیر سنگم که باشه پیداش میکنم. اومدی ما دوامندش پیداش کردی، از کجا که بچه هنوز عمرش به دنیا باشه؟ لال شو. خب اومدی ما شدیم، ولی سومندش از کجا که بچه رو بهت پس بده؟ تازه اگرم داد چهارمندش از کجا که بچه تو رو بخواد باید بیا؟ تازه شم اگه خواست اومد بهش بگم تا حالا کجا بودم، از این گذشته کجا ببرمش، زیر کدوم سقف جاش بدم؟ این که کجا بودی یه کارش بکن، اما این که زیر کدوم سقف بلومیت کنون نمارده، یه خش خرابه در اجاره داره که دو دستی تقدیم جناب عالی. ای بابا خودم هم زیادی هم که دیگه خود تو لوس نکن، یه چیزی بهت میگم عوضی. از این گذشته بازم از این گذشته بهش بگم بابا شکار است. پس تو چقدر سخ میگیری، این درسته که ما مال دوزیم، ولی خب چه اشکالی داره بهش بگو ما مال خریم، دوزیم یا خریم مگه تفاوتی هم داره؟ به به نن آقا سلام علیک. سلام علیکم. سلام، تو کجا و اینجا کجا؟ این همه مدت کدوم گوری بودی؟ ای نن آقا دنبال بدبختی رو در بداریم گیر بودیم، خلاصه گرفتاری نشدیم. بچه طفل معصوم و سپردیش به امون خدا و حاجی حاجی مکه، رفتم که رفتم، حالا هم اومدی که گیر بودم، در به در بودم، گرفتار بودم. همین دل غافل. سلام نن آقا. سلام. یه هفته پیشم که شما زیارت رفته بودی ناصر خان اومده بود. بفرمایید. قربون دست. بفرمایید. قربون شما. شما نمیفهمید نن آقا، بعد از این همه مدت حالا اومدی چیکار؟ نن آقا از سر تقصیرات ما بگذر، فقط یک کلوم بهم بگو ببینم بچم زنده است یا نه. پس چی که زنده است، واسه خودشم یه مردی شده. خدایا شکر. باز بری دست و پای مریم رو ماچ کنی، تفلکی تو زندگی جون کنده تا تونسته بچه تو به یه آب و گلی برسونه. خدا عوضش بده، من پسرم رو از اون دارم. تو نرو ناصر خان، پسر تو حالا پسر اونم هست. نعوذم بالله، ما که نگفتیم پسر اون نیست. خوب ناسلامتی پسر ما هم هست، میخوام ببینمش. اومدیم پیش شما که جا و منزلشو بدونیم. این شد یه چیزی، ولی بهت بگم اگه بخوای تنین بی وزن بی کس و کارو بلرزونی یا آزاری بهش برسونی، نه تو این دنیا خیر میبینی نه تو اون یکیش. اگه شما از ما آزاری دیدی نن آقا، مرگم خانومم میبین. ما اگه شما پدر مادر نداری شیشه رو شکنه میشه بیاد میکنه باید کس یه بار بچه دنبال کاره. یه بار ببینم. چه میگی؟ بار ببینم. جانمی جان. خجالت بکش مرتی که آوازی. مرتی که خودتی شو دیگه. جانمی جان. میره به بچه‌ها میرسه. بابا با سنج ده شیشه خورد. شکر کن که شکستن. بیا برو کو. غلط کرده شکستن. رو تکم کن ببینم. بار ببینم. جانمی. چه دوست کرده. شیطانی میگه بدن تو. غلط کرده بذار من چک ببینم. چخه. این آقا هینه ها و آرتیست فیلم هاست. آقا جک ها نمیدیم لابا تو هم دوست داری جیمی آرتیسته باشی مینه پچی. خب بگو ببینم جیمی، این ورا یه خیاط خونه به اسم گلبهار میشناسی؟ معلومه که میشناسم. این ورکی یا اون ورکی؟ این ورکی. اون ورکی؟ بره جنبالم بیا تو نشونت بده. خب برو بریم. بریم بریم بریم. خداحافظ بچه ها. خداحافظ. خیلی وقت بود بزن بزن نکرده بودیم. میخوای لباس بدوزی؟ پس پارچت کو. نه بابا من دنبال یه کسی میگردم. دنبال کی؟ دنبال یه زن که تو همین خیاط خونه کار میکنه، اسمشم مریمه. مریم؟ آره چطور مگه؟ هیچی آقا، خیاط خونه همینجاست. تو همینجا باش من آره میام. باش. عجب گرمایه اخه. ای یو ای چه چون چرا ماتت برده؟ این آقا کیه؟ آرتیسته دیگه، آرتیسته من نه. بار بابا دلت خوشه. مریم چی کار داره؟ یه امونتی پیشش داره، رفته بگیره. امونتی؟ امونتی؟
بعد هیچی. ببینم من تو مریم خانوم میشناسی؟ به تو چه؟ دست از سرم وردار. بچه کدومه؟ دستم به دومنت مریم. تو رو خدا این حرفا رو نزد. دار و ندار ما تو زندگی فقط هم یه بچه. مدرک داری؟ شناسنامه داری؟ چی داری؟ من هیچی ندارم ولی تو که رحم داری. رحم و بذار در کوزه آبشو بخور. اصلا میدونی چیه؟ کول خوندی آقا جون. تا بوده از دست اون شوهر دوست بی همه چیزم کشیدم، دیگه از دست تو نمیتونم بکشم. جوش آوردی. خب بگو حرف حسابت چیه؟ میخوای بگی بچه مال توه؟ خب مال تو باشه، اما منم باباشم. اگه باباشی پد تا حالا کدوم گوری بودی؟ تو رو خدا صدا تو بیار پایین، آبرومو نریز. نه آخه بگو ببینم کدوم گوری بودی ها؟ چه فایده، ما هرچی بگیم تو که باورت نمیشه. معلومه که نمیشه، واسه اینکه جنس همه تون خرابه. یا میخواین عشقتون رو با آدم برسین یا اینکه تسمه از گردش بکشین. فقط اسمشه که مردی، اما من فاتحه خوندم به هرچی مرد مثل تو اون حسن دوزه گور بگور شده است. مریم خون قربون شده، اینقدر بیچار بار ما نکن. به خدا من از اون مردی نیستم که تو خیال میکنی. فکر کنی که 6 سال آزگار رفته بودم دنبال عشق و الواتیم، بالا یه هوی بیرم گرفته که بیام و بچه‌مو ازت بگیرم. خب چی؟ میخوای بگی کدوم جهنم در ری رفته بودی؟ اون روز نمیتونم بهت بگم، اما یه روزی شاید تونستم و گفتم. بفرما. نگفتم نمیتونی، نمیتونی بگی کجا بودی. مریم خون نوکرت، اذیتم نکن. هر چقدر پول بخوای شده از زیر سنگم واسه گیر میارم و بهت میدم، فقط بچه‌مو بهم پس بده. اون نه فروشیه نه پس دادنی. پس میگی چه خاکی به سرم بریزم؟ ببین ناصر خان، وقتی بچه‌تو گذاشتی و رفتی، 2 سال بعدش حسن رو با تیر زدن و گور به گور شد. خیر سر امواتش 2 دانگ خونه خرابه واسه من باقی گذاشت. من بودم و بچه‌تو اون 2 دنگ خرابه و جون کندن و سوزن چندرغاز زدن تو این خیاط خونه. من سوی چشممو گذاشتم تا خودم و بچه تو زنده نگه دارم. حالا میگی چی؟ مفت و مسلم بچه مثل یه دستگل رو تحویلت بدم و بوخ بوخ برم کنج خونه به تمرگم تا دق مرگ شم؟ میخوای بگی نمیفهمی؟ فهمی که دیگه اون زندگیم شده، پاره جیگرم شده. من میفهمم، به خدا میفهمم. پس اگه میفهمی درست به صورت من نگاه کن، به هیکلم نگاه کن، ببین هنوز اونقدر جوونم که مرد عاشقم بشن یا نه. مریم خان به اونا کاری نداشته باش، جواب منو بده، میشن یا نه. هنوزم مثل پنجه آفتاب میمونیم. منظور؟ منظورم اینه که با این حال نه پی ددر رفتنم بودم، نه پی قطبار و رقاسی، نه شوهر موهر کردم. همه چیز ازشتم واسه اون بچه. نه خیال کنی از سر سیری بوده، نه جونم. بچه رو دوستش داشتم، حالا هم به جونم بسته است. هیچ احد و ناسی هم نمیتونه اونو ازم بگیره. میگی نه؟ برو. آخه چی بهت بگم؟ تو رو خدا دست بردار، از این عدت فرام نیا و خودتو به موش مردگی نزن، که حسن تون به تون شدم زیاد از این بازی ها در می آورد، اما سر تا پاش کلک بود. من حسن دزده نیستم. حالی چه؟ بی خودی صداتو نبر بالا، من از صدات نمیترسم. یارت من از تو میترسم. حالا کی گفته که بترسی؟ بچه چی میگی؟ تو چی میگی؟ من بچه‌مو میخوام. بابا ایوها ناس، به این آقا بگید مملکت قانون داره یا نه. هرکی که نیست، من واسه بچه‌ت به اسم خودم شناسنامه گرفتم. حالا میگی که چی؟ زورت میرسه بچه قانونی ما ازم بگیری؟ برو آرز شو، برو بگی، برو هر غلطی که دلت میخواد بکن. زور قانون نتونم بچه‌مو ازت بگیرم، شده خرخرت به جوام، شده شارگتو قطع کنم، شده به زور بچه‌مو ازت میگیرم. همینه که میگم فقط اسمشه که مرد. زنکشی کار امثال تو نامرد دیگه.
دست درد نکند بود مگه نه؟ یه هایی زد به کلم نوکرتم، آخه تو بد جوری با آدم حرف میزنی. لیاقت تمینه تو خدا باز از سر نگیر. دیگه چیزی نمونده که از سر بگیرم. تو برو سی خودت، منم میرم سی خودم. بیا وقت شیطون پیاده نظر کار بالا بگیره. ولی من میخوام که بگیره، مگه نه اینکه حساب زور و گردن کلفتیه. خب تو هم که زورت به من میرسه پس چرا معطلی؟ بزن و همین الان منو بکش. ده بکش دیگه، بکش ده، اگه مردی بکش، ده بکش ده. ببین زن، تو خودت داری کارو خرابش میکنی. از این خرابتر که هست نمیشه. هرچی بد و بیرا تو دنیا بود بار ما کردی. ما من دستمون درفت و یک کشیده پروندیم. بیا همینجا ختمش کنیم و بشینیم مثل بچه آدم با هم کنار بیم. من کنار بیاش نیستم. یه اگه نهی بد میبینی ها. تازگی نداره، تا اونجا که یادم همیشه بد دیدم. اینقدر دهن به دهن من نذار زن. من هر کاری که دلم بخواد میکنم. اگه تو هر کاری دلت بخواد بکنی اون وقت منم هر بلایی که دلم خواست سرت میارم. دهنت میچاد. اینقدر لیچار نگو، لیاقتته. میزنم تو. تو که زدی نامم. ولش کن، ولش کن مامانم، ولش کن. هیچکی اقلی مامانه منو بزنی. گورتو گم کن. نزنش خاسم، خاسم نزنش، اون باباتی. از سفر برگشتی. بابا، بابا جان، واسه خودت مردی شدی. تا حالا کجا بودی؟ یه سفر دور و دراز دنبال بدبختیم، دنبال یه روزی که دستم به دهنم برسه و بتونم تو رو پیش خودم ببرم. ماما میگفت تو رفتی مسافرت و بر میگردی، اما هیچ وقت بر نمیگشتی. من فقط شبا خوابتو میدیدم که اومدی منو با خودت ببری. منم از حرصم کلتو میکندم و مینداختم دور. تو از من بدت میاداره؟ تو دلت نمیخواد با من بیایی نیست؟ مامانت مهربون، مثل بابات بد نیست. تو اونو دوست داری و با من نمیاد مگه نه؟ قول میدم که برم و دیگه پشترم رو نگاه نکن. بابا جو، وقتی میومدی تو خوابم، وقتی کلت رو میکندم و مینداختم دور، بعدش گریه میکردم و از خواب میپریدم. بابا خیلی خوب، دیگه تو کوچه روزخونی جان اندازیر پاشیم بریم تو. قاسم چیه؟ بیا این آبو ببر بده به بابات. دوستش داری؟ آره؟ به من نگاه کن، با تو هم دوستش داری؟ اگه نخوای ندارم، دوستش ندارم. من هیچ وقت دلم نمیخواد تو باباتو دوست نداشته باشی. پس میذاری پیش ما بمونه؟ نه، اون نمیتونه پیش ما بمونه. چرا نمیتونه ماما؟ آخه مردم واسه همون حرف در میارن. آخه چرا؟ چون مامان منی، اونم بابای منی.
مگه همه یه مامان و باباها تو دنیا پیش هم نیستن؟ فرق میکنه پسرم. چه فرقی میکنه بابا؟ بزرگ شدی واسهت میگم. من دلم میخواد هر ستاییمون پهلوی هم باشی. خیلی خوب، حالا کاسه رو بده به بابات. گلی خانوم، گلی خانوم. جون گلی خانوم، قربون دستت، داری میری آشپزخونه یه سری هم با آب گوشت ما بزن. سیب زمینیشو ریختی؟ آره جونم، فقط نمکشو اندازه کن. چشم، الان جفت جورش میکنن. مریم خانوم، مریم خانوم، بیان ببینید چه خبر شده، عجله کنید. چه خبر شده؟ بیان دیگه، زود باشه. چی؟ سماور جوش اومده، داره قلقل میکنه. وای مرده، شورتو ببرن. داشتم پس میافتادم. مگه مرض داری؟ حالا میگی چیکار کنم؟ چم چاره؟ خب دمش کن دیگه. سب کن، اومدم. آخه خدا پدرت بیامرزه، آخه من اینجور کارهای خانوادگی رو بلد نیستم. هول میشم. نه اینکه خون و خانواده و فک فامیل ندارم، اینه که هول میشم. اصولا تو رشته خانوادگی من خیلی ضعیفم. واه چه حرفا. آره آخه واه چه هولی کردم. دیوونه یه زنجیری. هنچی بیا سرینو بگیر، منم باید دست و صورتمو بشورم. امروز تمرین علک دلک داشتیم، خیلی کثیف شدم. بگیر. چی گفت تمرین علک دلک؟ مگه علک دلک هم تمرین داره؟ تو چقدر خنگی، خب معلومه که داره. خودت مسخره کن، منو مسخره میکنی؟ حالا که مسخره میکنی؟ مریم خانم بی بگیرش. وای قربون دستت، امروز کلی باعث زحمتتون شدیم، دست شما درد نکنه. این حرفا چیه؟ تا باشه از این زحمت ها باشه، قربون شما. بفرمه. وای چه هیکلی، آدم دهنش آب میفته. خب کارو کاسبی چطوره؟ اصلا چی کارا میکنی؟ هنوزم همون چارچرخه رو داری و دوره میگردی و میوه میفروشی یا چیز دیگه؟ والا چیزیم، اینیم دیگه. چی میگن قلومی؟ مالخره. ما مالخری مریم خانم. یعنی راه میافتین تو کوچه ها و از خونه ها جنس کنه و نیمدار میخرین؟ نه بابا، سطح پایین فکر نکن آبجی. نکنه تو کار قاچاق ماچاق و این حرفا منظورت؟ چی دارم این حرفا میزنم؟ نه بابا، تو که میدونی ما علی این حرفا نبوده و نیستی. خدا کنه، چون اگه دنبال این کسافتکاری ها باشین کلامون دیگه حسابی میره تو هم. اون وقت تو اون بره بازار و مام این بره بازار. مامان همیشه قاچاقچی ها تو فیلم ها دوزن، مگه نه؟ آره مامان جون. بابای من قیافش با آرتیست ها میخوره، نه رئیس دوزا. من نه بابا. میگم مگه تو آرتیست نیستی؟ چرا؟ اگه تو بخوای من هستم، تو هرچی بخوای من هستم. خب حالا میگی چی؟ هرچی تو بگی. خیلی خب، هر وقت دلت خواست بیا اینجا و ببینش. بذار گاگو داریم با خودم ببرمش بیرون، کاری شبان ببرمش پیش خودم. مگه تو خونه زندگی درست حسابی هم داری؟ تصدقی سردی خیش خرابه اجاره کردی. با هم زندگی میکنی؟ تو قلومیو میگم. آره دوتایی با همین. زمن و این حرفا که تو کار نیست، منظورم که میفهمی، از اون زنهای اونجوریو میگم. نه نه جون خودش. میدونی دلم نمیخواد چش و گوش بچه به این زودیا واز شه. ارواح خاک مادرش از روزی که ننه خدا بیامرزش رو سپردم به خاکا تا امروز چشم تو چش هیچ زنی نیفتاده. تو هم که حرفای پسرتو میزنی. از تای دلم حرف میزنم، میرت به دلم رو حرف میزنم. اینقدر زبون نریز دیگه، برو. مگه پسرتو نمیخواد؟ اینم پسرت،
دیگه چه مرگته؟ نمیدونم، بس اینکه یه چیزی میشه. خجالت بکش، برو دیگه. دی برو دی. نوکرت. خیلی خوب، باش تو خبرت کنم. کوب نشی الهی که چشاق منو کشته. کی تو کشته بابا؟ بزرگ چه شدی واسه تعریف میکنم. تو هم که همش وعده سر خرمن میدی. عادتشه. برو بریم، برو بریم. بفرم، بفرم. ناصر خان هوا پسه. راستی که قولی نیست. نگاه نکنی پشت سرت یکم دورتر یکی از ما بهترانش سو داره دیده اون میزن. غلط نکنم یکی از ما رو شناختی. حتمی هم منو شناخته، چون هرچی باشه تو کثافت کاری هر شدتر از تو هستم. پلیسی؟ آره پلیس شخصی. حالا جوری این بچه چه خاکی به سرمون بریزی؟ شما کارید نباشه آقا. نرتر شده فلنگو میبندیم. فوتو بلش کن بچه رو خفا کردی. بازیه دیگه. چه جور بازیه؟ آرتیست بازیه. آرتیست بازیه تو بخوری، نه آرتیست بازی. نه 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 غلط کردم، اینم آرتیست بازیه. بس دیگه نزنیم، دست بالا تصدیم بچه رو میزنیم گنده برگیم. چپ راست بگیم یه جلو. دلم شور میزنه، میگم نکنه یه بلایی سر دختره بیاره. نمیدونم والا، الان کلی وقته که باهاش تو اتاق. مرد که دوزه بی همه چی، نمیدونم چی از جون این دختره میخواد. تا بوده حسن دوزه شب و روز گوشت تنشو آب کرده.
دستش رو ببره. اصلا خدا بگم اون حسن رو چیکارش کنه که این خونه رو با تو شریکی خرید که بعد مرگش هم آب خوش از گلوم پایین نره. دختر من دوستت دارم، میخوام باهات عروسی کنم. مثلا چطور میشه که تو هم من دوست داشته باشی؟ قرآن خدا غلط میشه. مگه دوست داشتن زوره چیه؟ من اصلا از ریختت هم بیزارم. چی داری میگی؟ ها نکنه از ریخت بابای قاسم خوشت اومده. لو فرض گیرم هم که خوشم اومده باشه، تو رو سننا. ها 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 چی شد؟ تو حالا اینجوری با من حرف نزده بودی؟ از این منبعت میزنم، چون نه از خودت خوشم میاد نه از کارت. حالا میگی که چی؟ تو بمیری به موت قسم دور دوزی و اینجور حرفا رو خیت کشیدم و گذاشتمش کنار. خودت بمیری، تو گفت یا منم باورم شد؟ از خر شیطون بپرید. دستو بکش کنار. میخوامه بکش کنار. حالا دیگه کارت به اینجا کشیده؟ تو بیار پایین. کور خوندی، من از اوناش نیستم که خیال کردی. اگه یه دفعه با اون باشی بهت قول میدم که تا آخر عمر دست بردارم نیستی. میگی نه بیا برم کن گم شانتر. دست رو من بلند میکنی؟ پس چی خیال کردی؟ مردی که این نامرده بی همه چیز. خفه شو برم کن. ول کنت دستم قربون هم میرم. میکشمت میکشمت. بابا یکی بیاد به دادش برسه. ببین داره میره. چه خبر شده؟ چه خبر شده؟ وای ناصر خان کجای به دادش برسه؟ چی شده؟ همون مردی که بهت گفتم بازم اومدی داری مامانمو میزنی. خلط کرده که میزنه. داره از تو قفل کرده. فرمان شکستنه. بیانه از گریه کردن که راه به جایی نمیبره. باش باش یه خورده لباس واسه خودت و قاسم بریز تو چمدونی تاکی بریم خونه ما. دور خیاط خونه رو فعلا خیت بکش، یه چند روزی پیش ما باش تا واسهتون یه خونه دست با کنم. مگه میخوای واسم حرف در بیارن؟ پدرشون خب حرف در بیارن، بهتر از اینی که دم به ساعت مرد که بیاد و تن تو بلرزونه. اتاقت هم اجاره میدیم و سهم اجارت هم خودمون جمع میکنیم و واسهت میاریم. بله پاشو برو خودت خلاص کن. این آدمی که من میبینم دست بردار نیست که نیست. خب مگه این که تو ازش خوشت بیاد و تنت بخاره؟ خدا مرگم بده این چه حرفی گلی خانوم. پس حرف بابای قاسم رو گوش کن. چی قشنگی تند و تیزی، چقدر خوب قر میریزی، چقدر ناز میکنی، چقدر همچون و همچین تو تن ناز میکنی. میخوام دورت میگردم دیبیا، میخوام دورت میگردم که توی درمون و دردم، تو حالا مال منی، به خدا ابرو کمونی، حالا اقبال منی. هست داره وقتی که این ور میده یا هی اون ور، قربونه این قر برم اون عشق و این لنگر. شوخی و شنگی از همه رنگی، با دلم با اون قرات داری می جنگی، با دلم با اون قرات داری می جنگی. رو گل قالی بس که تو حالی، مثل گنجشکی پری تو پر و بالی، مثل گنجشکی پری تو پر و بالی. آخ دادم وای وای، آخ دادم وای وای، آخ دادم وای وای. گلومی مهمون اومده.
دل قافل بازی ناصرخان بی وقتیش کرد و مهمون برداشته بود تو خونه. چیکار کنیم الان؟ علومش حالا میگه چیکار کنم؟ چیز کن سینه خیز باشه. همینطوره سینه خیز و شیکم خیز میریم پشت جبهه. علومه خونه خرابم کردی بیره، هر کجا هستی از جا تکون نخور که دارم لباس میپوشم. بی حرکت که هوا پس آقاب کمان. همینطوری سینه خیز کمان. مثل این که داره لباس میپوشه. من الان برمیگم. بایستم جان زود باش. خیلی خوب تو هم لباس رو پوشتی کم نزم. بکش بالا زود باش. بکش پایین. بکش بالا. یک کارش بکن. بکش بالا 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 پایین. ایوا سلام توی خاک عالم به سرم شد. این این چش کار میکنه؟ ای بیره ببین چه شکلی حالت ما رو بی حالت کرد. یا حالت تو سرت بخوره، من حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ تو کارت نباشه، برو تو حیات سرش گرم کن تا من یه جوری ترتیب روباوره بدم. چی داری میگی؟ تازه میخوای ترتیب روباوره بدی؟ نه بابا، منظورم اینه که یه جوری دکش کنم دیگه. پس بجم تا کاسه کوزمونو نریخته به هم. دستتو نکن تو این آب، کثیفه. بابا کجاش کثیفه؟ صد رحمت به کثیف. اصلا ببین چه کثافتی همه جای خونه رو گرفته. خب دیگه خونه ای که توش زن نباشه بهتر از اینم نمیشه. کی به ما زن میده؟ کی زن ما میشه؟ اگه بخوای مامان من زن تو میشه. ایوا قاسم، باز که تو پررویگیری کردی. مگه اون وقت تو که از بابام حرف میزدی نمیگفتی چشم دنبالش بوده؟ چیست تو چطور زدی؟ خواهشی که میزنی دلت میخواد زن بابام بشی؟ به پایستو بینم. من خود نمیگفتی وقتی بابامو میدی دلت میلرزی؟ وای وای سلیل نشی. نه که من بخاطر بابام بوده کردی خواهی. پایستو پایستو بینم. من میدونم که لیاقت تو رو ندارم، پس دیگه بچه رو کنفتش نکن. من کی گفتم تو لیاقتش رو ندارم؟ ای گل مبارک بودا، ایشالا مبارک بودا بودا بودا. اوف چه مرگته یارو چی شد؟ شما چطور از این طرف ها؟ این طرف ها دی خانم خانم یه چند روزی مهمون شمایی. قدمت رو چشم یه چند وقت اینجا تا چند تا اتاقی واسه شون دست با کنم. یارو چی شد؟ اتفاق متفاقی افتاده؟ هم آره هم نه. یارو چی شد؟ چی آره چی نه؟ پسر تو چقدر فضولی؟ یارو چی شد؟ بگو بفرما، بگو بفرما. بفرما. نه 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 نوبت منه، نوبت منه، جود نمیزدن نمیزدن. نه تو داره کلک میزدن بلش کن دیگه. ببین دست بدی جان، داریم نون بیا کبا ببر بازی میکنیم. نه 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 نوبت منه، بلش کن. من باید بزنم، اون باید دست بزنم، من بزنم. بزن بزن قاسم دیگه بزن. دستمو شکست. نه سفره بندازیم. خیلی خوب یواش که من اینو بدم. خیلی خوب سفره بدش من. بگیر بدش من که مردی من گوشتی سینیش هم بزنیم دیگه. اگر بد باشی خودتون باید ببخشین. اختیار داریم، اختیار داریم. این این کجا سینه جو؟ خیلی خوب حاضرین. یک دو سه. Ha 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 ha!
آشپزخونه و توالت هم طبقه پایین. اگه خونه پسند شد در مورد اجارش باز کنار بیایی ها. تا شما خونه رو دید بزنین من میرم با حاج آقا یه جوری جورش میکنم. قربونه. خداحافظ. خدا. دلی نبود
تنها نه دردی نه دیوانگی بود. اگه پرده های اتاق خواب قرمز باشه ها؟ چرا اونجا نشستی؟ یه خود خسته بودم. بیا این اتاق رو ببین، واسه اتاق خواب بد نیست. نگاه چطوری؟ چیه؟ قشنگه. چی قشنگه؟ اینجا مواظب باش، ممکنه یارو سر برسه. ناصر خان، یا الله. نگفتم حاج آقا از اون قیمت پایین بیاش نیست. ما هم بالاش بیا نیستیم. تو چی میگی؟ والا حاج آقا مثل این که میخواد زعفرون معامله کنه. آخه این روزا خونه خالی پیدا نمیشه، کجای کارنجان من؟ من اون خونه شلوغ پلو، من اون همین اون چیزایی که داشتیم، حالا اینه اون مثل خوابی شده که آدم دیده و از جاش پریده. خوش به حالت. خوش به حالت اینه که خوابت خواب قشنگی بوده. مال منو باش که از صد تا کابوسم کابوستر بوده. کابوس من لاکردار رو هیچکی نداشته. گاهی شده که آدم خوابای خوبش رو تعریف کرده و خوابای بدش رو تو دل خودش نگه داشته. هر کسی خوابای بد و خوب زیاد داره. هر کسی، نه من. اون وقتا رو یادته؟ اون وقتا که تو بودی و زن تو چارچرخت منو حسن دوزی، یادته؟ صدای کمربند حسن و شیونهای من یادته؟ یادته که وقتی صبح میشد از خجالت کبودیا، از خجالت مشتایی که زیر چشامو سیاه کرده بود، از خجالت ورمای صورتم روم نمیشد سرمو بالا کنم و جواب سلامتو بدم؟ آره یادمه. یه روز صبح که جلو اتاقت نشسته بودی و صورتت آشلاش شده بود، یه وقتی من از اتاق اومدم بیرون و سلامت کردم، اما تو مثل برگ گرفته ها چادرت کشیدی رو صورتت و دویدی تو اتاق. بدت میاد؟ تو داری گریه میکنی؟ خیلی خوب،
بس دیگه، خیلی خوب، هر چی بوده دیگه تموم شده رفته. آره تموم شده، هر چی بوده، جوونی، زندگی، همه چی تموم شده. از وقتی که یادم میاد آب خوش از گلوم پایین نرفته، همش جون کندن و در بدری. خدا لعنتش کنه. هر وقت در خونه رو میزدن، یا هر وقت یه پاسبون میدیدم، یا چشم به یه ماشین پلیس میافتاد، قلبم از جا کنده میشد. خیالم که اومدن حسن رو بگیرن و بازم زندونیش کنن. جلو در و همسایه ها دیگه آبرو واسم باقی نمونده بود. هر جا منو میدیدن با انگوش نشونم میدادن که دست از این کارات بردار، دوزی رو بذار کنار. اصلا ولش کن، ولش کن قلومی، نون بیار کباب رو ولش کن، بس یه عرقی بخوریم و حال کنیم. نه بابا، بهتر از تو حال بفهمیم تو سالون، چون کفگیر اون به تای دیک خورده آقا. از آقاتم که خبری نشد آقا. والا خودم هم موندم حیرون. پس حالا با بیپوری چه خاکی باز جلو اینا به سر بریزیم؟ خاک کاهو آقا، خاصیت هم داریم. دهنتا بفرمی قربان، بفرمی، اینم سر الان صاف صوفش کنم بدم حضورتون. بفرمی قربان، بفرمی دیگه، بزنی، خجالت نکشی، خواهش منده. چی؟ بزنی، این تنبه میره بزنی، این تنبه میره بزنی، نمیدونم، بزنی دیگه. مثل اینکه سرش درد میکنه، نمیدونم چشه. آقازاده، یه هفته است که خودش تن به کار نداده، جختش از ما طلبکاره. والا تا اونجا که من میدونم ناصر از زیر کار در رو نیست، ولی به تو میاد که از زیرش در ری. اون موقع که طرفدار نداشتی کپ کت باز ما خروس میخون، حالا که دیگه قربونت برم آقا. پر رو تن پروری به کل من میاد آقا، به کل من میاد آقا، به کل من میاد. فکر میکنی کی باشه؟ والا تو نبینم که نمیتونم اطلاع بدم. خب برم ببینم کیه. برو نبینه. ای دادی
سلام قلومی. توی؟ حالا چطور علی منه؟ این شاگرد پاده این سلام نصر خان. شاگرد پاده خود ما. علی نصر خان. آره الان میام. کجا میری نرد قربون؟ سلام 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 حالا چطوره؟ حالا چطوره؟ سلام سلام حالا چطوره؟ یعنی چی؟ پیدات نیست. جمع کن. آقاستو جمع کن. بند آب نه. من نصر خان دلال بازاری. آجا فرقو می آوردی؟ بگو حاج آقا. چه زلفونی؟ اگه سم منو آوردی آ بگو اگه دلالی یا فهمیدی یه بچه تو تا خوابیده که به سرم من آره اون زنم قراره که زنش بشه خفه با توه میگه خفه چی میکنی آقا من تو چی میکنی یعنی چی شده شش روز آزگار فرستادمش دنبال یه کار بی اهمیت جختش اومده میگه درست نشد خاک بر اون سرت کنم این مرده شور اون هیکل تو برن نرخ علکیه به دل نگیر همه شاگرد دارن ما هم شاگرد داریم برو دوام شما مرده شور دارن برو به تمنگ به تمنگ اونجا خانم شکرم به تمنگ بی عرضه عوضی بی خاصیت به تمنگ آقا میگه به تمنگ به تمنگ از اما کوف کردی یا نه دو تا پس کردنی صرف شد کافی حاج آقا پیغوم میغوم چیزی نده ای حاج آقا حاج آقا دیگه خنگ حاج آقا حاج آقا چرا گفتن پس فرده طرف های عصر بیاین حجرت قلومی فکر پسرم و مریم از مغزم بیرون نمیره حالا که پیش خودمونه امروز هستم اما اگه فردا فهمیدن چی کارم تا ابد ازم فراریم ببین دفعه اولا که شیرین کاشتی این دفعه دومی رو هم بیا و بعدش دیگه نیا همیشه آدم میگه دفعه آخر دفعه لام از سب سهم دفعه اولت هم گروه کار دفعه دومته اون همیشه پول دفعه اول پیش خودش نگر میداره تا کار دفعه دوم واسهش انجام بدی صحبت سر اینه که ریشه دست اونه صحبت سر اینه که دیگه دست و بال من طرف دزدی نمیره ببین قلومی گور پدرم پولم کرده بیا برگردیم بیا همین الان این کارو ولش کنیم و بریم اون وقت کجا بخوریم مگه همه از کجا میخورن دو تا چهارچرخه میخریم میوه بارش میکنیم زندگی رو میچرخونیم به همین آسونی به همین آسونی من یه عمر این کارو کردم ول کن بابا تو دلت خوشه مدام برنامه حالگیری را میندازی ببین قلومی دو تا چهارچرخه میخریم به جفتش رنگ یه جور میزنیم هر رنگی که خوشگل بود و تو دلت خواست دو سه بار میوه میریزیم توش و میفتیم دوره یه خورده سخته یه خورده آدم خسته میشه یه خورده درآمدش کمه اما عوضش نون حلاله خیالت راحته دیگه نه از آجان ترسی داری نه از پلیس شخصی نه از هیچ تنابنده ای از هفت دولت آزادی خودت یا چهارچرخت که مال توه از را بدارم نکن بذار سرم تو آخر خودم باشه قلومی من این زندگی رو داشتم خیلی کیفش بیشتره هواییم نکن این کیفی که میگی به ما یکی نیومده ببین اون وقت میتونی با یه دختر نجیب عروسی کنی کاسب که باشی لب تر کنی هر دختری رو که بخوای بهت میدم دیگه قصه زندون رفتنم نداری قلومی کوتاویا و ما رو آزار نده این حرفا به ما نمیاد نه رفیق به ما نمیاد فکرشو بکن من دل مریم رو به دست میارم و عقدش میکنم تو با یه دختری که صورتش آفتاب ندیده عروسی میکنی وقت من بچه دار میشم تو بچه دار میشی هی بچه دار میشیم هی بچه دار میشیم شلوغ پلوغ میشه و پنج شیش نفری میریزیم به هم و میزنیم تو سر گله هم دیگه و کلی کیف میکنیم بس کن تو رو خدا بس کن وقتی شب خست از کار برمیگردی نمیدونی خونه اومدن و بچه تو بغل کردن و زن تو کنارت گرفتن چه کیفی داره حسرت همه چی به دلم مونده رفیق حسرت همه خونه و زندگی که داری میگی و حسرت خیلی چیزهای دیگه تا اونجایی که یادمه همیشه بی خونه و زندگی و ویلون سیلون بودم میدونی کاری حرفا یه پاری آدم ها نمیاد این حرفام که تو میزنی به ما نمیاد پس دیگه انقدر پاپی هم نشو اینقدر عشقم و واسه خاطر این نداشتنم در نیاده لامست
چار چار خیلی منم اومد. استخاره نکن، برو پیشش، فکر نداره که تو بمیری همه چی درست میشه. نه قلومی، همه چی داره خرابتر میشه. چی شده مگه؟ این یاروه که از ماشین پیاده شد، همینه که ما داریم واسش کار میکنیم. آره، چی شده؟ این همون اکبر رفیق اسندوزه معروفه که موی دماغ مریم شده. نه بابا، خودش همونیه که باش سرشاخ شدی؟ خودش. با دیه بیا، حالا کی میره این همه راه رو؟ منو باشی که میخواستم تو رو باش قاطی کنم که برنامه های دو نفره واسمون بریزه. دیگه فکرشم نکن، برو جلو و خودتا نشون بده، بعدش ببین کار چیه و خبرشو بیار. منم تو قهوه خونه سرکوچه منتظرتم. حالا که اینطوره پس بذار منم نرم، بذار باهات باشم. حالا چهار چرخم اگه نشد، هرچند تو گفتی که میشه، نه؟ آره میشه. اینی که میگم برو جلو روی حساب دیگه ایه که الان به سرم زد. برو من میگم اینجاست، همینجاست. نه اینجا نیست، حالا نوبت منه دیگه. نه دیگه، تو بازی کردی. نه، یکی تو یکی من، به نوبت تو همیشه جر میکنی مثل اینکه دارن در میزنن. سب کن برم ببینم کیه. سلام، شما اینجا این؟ با کی کار داشتین؟ با قلومی نیستش؟ نه، شما خواهرش این؟ ایوا، نه جونم. کسو کارش این؟ بله؟ نه خیلی جونم، من فقط باهاشم. باهاشی؟ آره دیگه، چه شکلی بگم، واردی که؟ نه خیر، من وارد نیستم. مگه تو با ناصر خان نیستی؟ نه خیر، نیستم. نیستی؟ پس نکنه با قلومی در به در شده ای؟ اوهوک خانم جون، حرف دهنتو بفهم، نمیذاری نه ور میداری و از در میای تو، هرچی از دهنت در میاد میگی. ایبا خب شما رو نمیشناختم که خانم جون. قاسم تو برو تو اتاق. به من چی کار داری؟ حالا اجازه میدین بشینم تا قلومی بیا؟ اگه دلت بخواد میتونی. قربونتا. چطور میتوری پیچیلو؟ به تو چه؟ کجا رفتم؟ سر کار. نفهمیدی این دفعه کجا رو میخوان بزنن؟ بزنن؟ خب آره دیگه، خونه ای، دکونی، گاف صندوقی، مثل همیشه. صبر کن ببینم، مگه اونا میرن دزدی؟ خب تو رو خدا، خودتو به کوچه علی چپ نزن آبجی. من آشنام و جیکوپیکم با قلومی یکیه، راپورت بدم نیستم، خیال تخت باشی. گفتم تو برو تو اتاق، مگه گوشات پره؟ من اینجا نشستم، به شما کاری ندارم. دی گفتم برو تو اتاق. من نمیرم، همینجا نشستم. خیلی خب، بعدا خدمتت میرسم. خب خانوم جیکوپیک یکی، حالا واسم تعریف کن ببینم اینا دیگه چه کارایی میکنن، تا حسابی خیالم از طرف تو راحت بشه و بفهمم که راپورت بده نیستی. ایوا رو چشم. ای کجایی؟ همین برم. بالاخره چی کار میکنی؟ چی رو چی کار میکنی؟ دوم ما علکی پلکی به دوم جنابالی بسته شده. خب حالا میفرمین که چی؟ بذار صاف و پوست کنده بهت بگم، سرم بره پام دیگه طرف دزدی نمیره. خب پس میخوای چه خاکی به سرت بریزی؟ بهترینش اینه که تا گندش بالا نیمده و حسابی آلوده نشدم برگردم سر خونه اولم، چون به وقتش نه جواب مریمو دارم بدم تو روی پسنی. یاهو حالا که یاهو، پ
پس بذار واسه دو چیز روشنش کنم. اولندش که میخوام امشب از سیر تا پیاز همه چیز واسه مریم بگم، یه جوری هم حالیه بچه کنم. ای دل قافل، مگه زده به کله؟ آخه لام عصب عباس می این دوتا دروغ گفتم جسه بیخی گلومو داره خفم میکنه. اول دیگه شم خوش ندارم یه روزگاری خودشون همه چی رو بفهمن و تورم توف بندزن. اگه گفتی و بازم انداختن چی؟ اقلا تهمت دروغ گفتن رو به هم نمیزنن، اقلا باشون رو راست تا میکنم. من یه عمری با همه رو راست بودم. خود دانی تو بمیری به دلم برات شده، برات شده که بهم حق میدن و همه چی رو ندید میگیرن. هی ببین بعدش هم میریم یه جفت چهارچرخه تر تمیز واسه خودمون دست پا میکنیم و دوبار میوه. چطوره؟ خب اونجوری که تو تعریف کردی محشره. تو بمیری نون حلال خوردن خیلی محشره. من که نمیدونم، ولی خب لابد محشره دیگه. پس اگه محشره بخند. مگه دیوونه شدی الکی چی چی رو بخنده؟ بخند دیگه، اون زانوی غم رو ولش کن. بفرما، اینم زانوی غم. باریکلا، حالا شدی پسر خوب، حالا بخند. آخه نمیاد. به تو بخند، خودش میاد. چش هه 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 چیه؟ بگو ها 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 ولی واسه این که تیشه به ریشه دشمنت بزنم، نه این که آزاری به خودت برسونم مریم. به خدا اگه بذاری و بری و قاسمم با خودت ببری، منو کشتی، منو از بین بردی. اگه بمونم خودم و قاسمو از بین بردم. من نمیخوام که این طفل معصوم مثل تو حسن دوزد از آب در بیاد. من جونمو بالاش دادم، میفهمی؟ از این گذشته اگه شوهر دوزد میخواستم داشتم و واسه هفت پشتم هم بس بود. تو جوشی شدی، تو الان خون جلوی چشاتو گرفته و فکرت کار نمیکنه. تو اگه الان تو چشای من نگاه کنی باورت میشه که دارم راست میگم. نه اینکه همیشه چشات. گریه نکن. نمیتونم نشد که یه آب خوش از گلوم پایین بره، نشد که یه نفس راحت بکشم، نشد، هیچی نشد. مامان جون بیا برگردیم، شاید بابا راست میگه. به خدا یه جوری نگاه میکرد که دل آدم براش میسوخت. قاسم دارم از ته دل میگم، اگه تو دلت میخواد که پیش بابات بمونی همین الان برگرد، برو پیش اون. اما
از من نخواه که پیش اون برگردم. بابام واسه خودش مرده، اما تو نه، تو یه زنی، باید یه مرد بالا سرت باشه. من پیشت میمونم، باشو بریم، باشو بریم دیگه زن. دوست دارم به این قرآن قسم بخورین. که چی؟ که هر چی گفتم لام تا کام تا کارم تموم نشده پیش هیچ کی لب وا نکنین. آره بابا بخوری، بخوری پای من. نش. از جانب همه. از جانب همه. قسمتون قسمه؟ آره بابا، خیال تخت باشه. اینا هم حرفشون حرفه، هم قسمشون قسم. تا دیشب میخواستم اکبر و لو بدم و بنزمش زندون، اما همون دیشب همه چی عوض شد، همه چی به هم ریخت و خراب شد. اینه که میخوام فردا کاری کنم تا جفتی لو بریم، منو اکبر. اینه که نمیخوام فردا پای شما هم وسط باشه. حالیتونه؟ آقا یعنی چی؟ چرا؟ بشین ناسه خان، بشین آقا یون لاتا. آروم آروم بابا، آروم بگیری بشینه دیگه با تمدی محصرش. آقا یون با آروم، آرامش رو حفظ کنی. به تمدی آقا یعنی چی؟ به تمدی گه شما بفرمی، خواهش میکنم بفرمی. خواهش میکنم چی اصلا؟ یه چیزی بگو. من اصلا نفهمم. گردنی به تو بده کاری، یا علنی بزن یا روزی که از زندون در اومدی، ولی جون هرچی مرده حرف امشب و پیش اکبر لو نده. اگه عشقته یه پس گردنی دیگه هم مهمونم کن، اما فکر نکن که من نامردم. فقط بگو چی میونه تو و اکبره، شاید کاری هم از دست ما ساخته بود. آخه ما هم زیاد دل خوشی از اون نداریم. نه بابا، صحبت سر این حرفا نیست، صحبت سر این من برمیگردم قلومی. برمیگردی؟ چه چی رو برمیگردی؟ تو کجا میری برمیگردی؟ داد نزن پسر، تو دیگه در اون دکون رو تو پس مرتی کرد. میگه بیشیم با اون چی کار داری بابا؟ مثلا چی میشد اگه حرف اون چهارچرخ کوفتی رو نمیزدی؟ خب چرا گلشو بهم دادی؟ اصلا اصلا چرا باز من اقعا بد شانس و بد بخ باشم؟ اول از همه علی از خر سر کوچه میشینه. آج خانم حدود ساعت 9 صبح از خونه میاد بیرون و میره جلسه قرآن و تا 2 ساعت دیگه شم بر نمیاد.
بیفتین و اسم منو ببرین. اون وقتی که اگه پام به زندون برسه همونجا سر همتون رو گوش تا گوش بریدم. مثل اونی، تو هم یه کلک زنی، خیالت که این چرت و پرتا که میگی باورم میشه؟ کور خوندی پسر؟ قرآن به کمرم بزنه، خدا جوون مرگم بکنه اگه یک کلامشو بهت دروغ گفته باشم. آخه ننه، تو هم یه خورده کوتا بیا. چی رو کوتا بیام؟ درواه خاک مادرم، ناصر رو اصل همون روزی که زنشو باس میبرد مریض خونه خودشو با آب آتیش زد و گرفتار کرد. بعدش هم که از زندون خلاص شد من پاپیش شدم، اونم از رو لاعلاجی زورکی یه دفعه با من اومد که جختش هم تالا یه قاز بابت اون دوزی گیرش نیومده. بعدش هم زد زیرش، بعدش هم خواست همه چیزو واسه تو قاسم بگه که همه چی رو اون دو کجا پاشو بریم بابا رو از دست رئیس دوزا نجات بدیم. سنه یعبان صحبت کنه. ساملک جناب سرمان، میخواستم خبری دزدی رو بدم خدمتتون. به اسمم کاری نشته باشین. ببینین چی میگم، خونه حاج مندلی صراف رو امروز زدم، جنسای دزدی هم تا یه ساعت دیگه تو جنگل بالا رودخونه تحویل رئیس دسته میدن. اسمم کاری نشته باشین. قربون شما.
خب حالا دارم میگم. ده پسر ببین چه ریختی اون روز علکی پلکی مثل سگ و گربه به هم پریدیم. آخه اون روز همدیگر رو نمیشناختیم. آره نمیشناختیم. بس میگی آه. اگه میشناختیم که گردن تا همون روز شکسته بودم و نمیذاشتم به امروز بکشه. چی داری میگی؟ ما با هم شریکیم، میتونیم رفیقم باشیم. ما با هم هیچی نبودیم و هیچی هم نیستیم. ببین پسر، بی خودی سر اون زنی که دعوا ران انداز، من اونو جلوتر از تو میشناختمش. از این گذشته یه عمره که پابند شد. اولندش که زنی که نیستش و اسمش مریمه، دومندش اون باید تو رو بخواد که نمیخواد و ازتم بیزاره. دلشو به دست میاره. منش ندونستم چه برسه به توی ایک بیری. چه بد شد. بدتر از اونش هم اینه که حالا جفتی با هم میریم هلفتونی، یه مدت با هم آب خونک میخوریم تا یا به خوشم اگر اون زن و بچه پایین بره. زره به سرت؟ چه جورم. خب حالا تو هلفتونی رو چه شکلی باس بریم؟ احتیاجی به زحمت ما نیست، با سلام و صلوات میان دنبالمون میبرن. چی میاد دنبالمون؟ من پلیس رو خبر کردم. پلیس؟ ایه خود دندان رو جیگر بذاری پیداشون میشه. شوخی میکنی؟ جون جدت این حقیقته. مرتی که یه دیوونه. شک و شکر ول کن، مگه تو مخت پار سنگ برداشته؟ من که برداشته بلش نکن، چون ول کن تو یکی دیگه نیستم. گفتم بلش کن. قرار کردی گفتی. دیر نشده بزن به چاک. تو اینجا چکار میکنی؟ اومدم برات گردانم خونه. کدوم خونه؟ خونه کی؟ پیش کی؟ پیش ما، خونه ما. قاسم شما اینجا قلوم این چه کاریه؟ دیگه معطل نشد بابا جون، بیا بریم خونه. چرا منو گیجم کردین؟ همه چی درست شده، شما دیگه میتونید ستایی با هم زندگی کنید. چی داره میگه؟ بیا بریم خونه تا واسط همه چیزو بگم. تو بیا بریم دیگه بابا جون. ده برو معطلشو نکن. ولی یه چیزی یادت نره، یه چهارچرخ، یه چهارچرخ واسه من میخریم، مثل ما رو خودت رنگش بکنی تا من از هلفتونی بیام بیرون. هلفتونی دیگه چرا؟ دوست دارم یه چند مدتی از شهر این انتراقا راحت باشین و به هم دیگه برسیم. اینه که وامیسم تا اومدن پلیس در نره. دیگه داری چرت میگی؟ دیگه داره دیر میشه. Yes.
بلندشو کنی ببرین، زود باشین. نه، عجله کنین. نه، چه؟